سرخط خبرها و مهمترین ها، وعده کمک 374 میلیون دلاری بریتانیا به افغانستان، توافق استرالیا برای پذیرش 16,000 مهاجر دیگر از افغانستان، شکست سنگین طالبان در اندراب، بیش از 20 طالب کشته و یا زخمی شدند، تصمیم طالبان در مورد مکاتب دخترانه، بانک جهانی 4 پروژه 600 میلیون دلاری را متوقف کرد، پایان هژمونی آمریکا پیش بینی شد، روسیه کیف دستور تهیه فیلم‌های صحنه‌سازی شده درباره قتل عام غیر نظامیان را داده است، انفجار در شهر بلگوارد روسیه، تمرینات نظامی فدایان احمد مسعود در تاجیکستان شروع شد و ترکیه از بکارگیری تانک‌های نظامی توسط جبهه مقاومت در برابر طالبان خبر داد. مشروع خبرها. حکومت بریتانیا اعلام کرده که 286 میلیون پوند که معادل به 374 میلیون دلار آمریکایی می شود را به افغانستان کمک می کند. به گزارش اسپوتنیک، پیش از برگزاری نشست جمع‌آوری کمک برای افغانستان، بریتانیا که میزبان این نشست است اعلام کرد که 286 میلیون پوند معادل به 374 میلیون دلار دیگر را به مردم افغانستان کمک می کند تا مواد غذایی نجات بخش و حمایت های اضطراری سی‌ای را فراهم کند. قرار است که یک نشست بین المللی برای حمایت از درخواست 4.4 میلیارد دلار سازمان ملل متحد برای افغانستان به میزبانی بریتانیا برگزار شود. این نشست قرار است که در 31 مارچ برگزار شود. سازمان ملل تخمین زده است که حدود 10 میلیون کودک در سراسر افغانستان برای زنده ماندن نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. توافق استرالیا برای پذیرش 16,000 مهاجر دیگر از افغانستان. گزارشی از اسپوتنیک روسیه. حکومت استرالیا اعلام کرده که در 4 سال آینده 16,500 شهروند دیگر افغان را نیز می‌پذیرد. به گزارش اسپوتنیک، به قول الکس هاوک، وزیر امور مهاجرین استرالیا، روز گذشته اعلام کرده است که این اقدام به منظور قدردانی از تعهد دوامدار ما پس از 2 دهه عملیات استرالیا در افغانستان می باشد. این اقدام حکومت استرالیا باعث انتقادهای شدید حامیان مهاجران و گروه های مذهبی شد و آنها گفتند که با در نظر داشت حضور 20 ساله نظامی استرالیا در افغانستان، این کشور مسئولیت دارد تا شمار بیشتر مهاجران افغان را بپذیرد. در نهایت پس از فشارهای متحدین، حکومت استرالیا از تخصیص بودجه برای پذیرش 16,500 مهاجر اضافی از افغانستان خبر داد که در 4 سال آینده این کشور سالانه 4,125 مهاجر افغان خواهد پذیرفت. شکست سنگین طالبان در اندراب، بیش از 20 طالب کشته و یا زخمی شدند. خبرگزاری کاویان پرس. شکست سنگین طالبان در اندراب، بیش از 20 طالب کشته و یا زخمی شدند. نبرد نیمه های شب گذشته در ولسوالی دیسلای اندراب زمان شدت گرفت که طالبان بالای مقاومتگران حمله کردند. حمله غافلگیر کننده ای که سبب شد خط مقاومتگران شکسته شود و طالبان به عمق دره پیشروی کنند. سپس نیروهای دیگر از راه رسیده و به طالبان حمله کردند. به گفته منابع، جنگ نزدیک به 20 ساعت میان مقاومتگران و طالبان به درازا کشیده و طالبان در نهایت شکست خوردند. منابع محلی به کاویان میگویند طالبان از آخرین تجهیزات و جنگ افزارهایشان علیه مقاومتگران استفاده کردند. جبهه مقاومت ملی اعلام کرده است که قطعه سرخ و قطعه انتحاری طالبان این عملیات را انجام داده است، اما دستاورد نداشته و شکست خوردند. به گفته این جبهه 13 طالب در این نبرد کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. منابع به کاویان میگویند سید یاقوت شاه، فرمانده جنگ طالبان، نیز در جمع زخمی ها و یک محافظش کشته شد. جبهه مقاومت تایید کرده است که یک عضو جبهه نیز کشته و یکی دیگر آن زخمی شده است. طالبان از چند روز به این سو قطعات بیشتر به اندراب ها فرستاده بودند و برنامه عملیات بالای مقاومتگران را از قبل طرح‌ریزی کرده بودند. دو روز پیش آنان در منطقه دره جر یک کشاورز را تیرباران کرده و ساعتها جسد او را نزد خود نگه داشتند. ظلم طالبان سبب شده است که مردم از این گروه بیشتر از پیش متنفر شوند. طالبان در اندراب ها در حال شکست خوردند که مقاومت علیه این گروه در بخش های دیگر کشور از جمله خوست، تخار، کاپیسا، پروان و بخش های دیگر کشور نیز به گونه پراگنده آغاز شده است.
منابع نزدیک به جبهه مقاومت، تمرین کماندوها و فدایان احمد مسعود رهبر عمومی جبهه مقاومت ملی. همچنان ترکیه از بکارگیری تانک خود در جبهه مقاومت به زیر طالبان همچنان خبر داده است. تصمیم طالبان در مورد مکاتب دخترانه، بانک جهانی 4 پروژه 600 میلیون دلاری را متوقف کرد. بانک جهانی در واکنش به مسدود ماندن دروازه های مکاتب دخترانه در افغانستان 4 پروژه انکشافی خود را در این کشور به حالت تعلیق درآورده است. به نقل از رویترز، بانک جهانی اعلام کرده است که تمویل 4 پروژه به ارزش 600 میلیون دلار را که در واکنش و به دلیل نگرانی از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان متوقف کرده است. این پروژه ها قرار بود که از طریق صندوق بازسازی افغانستان تمویل و توسط آژانس های سازمان ملل متحد برای حمایت از زراعت، آموزش، صحت و معیشت آماده و اجرا شود. بانک جهانی نسبت به تصمیم طالبان برای بستن مکاتب دخترانه ابراز نگرانی عمیق کرده است. طبق اعلام بانک جهانی، رهنمودهای این بانک مستلزم تمام فعالیت‌های تمویل شده از صندوق بازسازی افغانستان برای حمایت از دسترسی و برابری خدمات برای زنان و دختران در افغانستان است. بانک جهانی میگوید که شرط تطبیق پروژه‌های نهاد در افغانستان دسترسی مساویانه زنان و مردان به مزایای آن است و زمان کار این پروژه‌ها دوباره آغاز خواهد شد که زنان و دختران به علت تبعیض از آن محروم نشوند. این بانک تاکید کرده است که این 4 پروژه تنها زمان برای تایید به کمک کنندگان صندوق بازسازی افغانستان ارائه می شود که بانک جهانی و شرکای بین المللی اش درک بهتر از وضعیت داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که اهداف پروژه ها می تواند برآورده شود. هیئت اجرایی بانک جهانی در اوایل ماه جاری میلادی طرحی را برای استفاده از بیش از 1 میلیارد دلار از صندوق بازسازی افغانستان تایید کرد. این بانک متحد شد که پروژه های را در زمینه آموزش، کشاورزی، صحت و نیازهای فوری خانواده ها تمویل مالی کند. بانک جهانی تلاش کرده بود تا طالبان را دور بزند و این پول را از طریق آژانس ها و کمک های سازمان ملل پرداخت مصرف کنند. بانک جهانی زمانی که اقدام به آزادسازی وجوده صندوق بازسازی افغانستان کرد که گفته بود که تمرکز قوی بر حصول اطمینان از مشارکت دختران و زنان باید شود. صندوق بازسازی افغانستان بیش از 1 میلیارد بودجه داشت که پس از آمدن طالبان مسدود شد. در کنار این، کمک های بین المللی به افغانستان که بخش بزرگ هزینه های دولت را تامین می کرد نیز متوقف شد. این در حالی است که مسدود ماندن دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم الی امر ثانی از سوی وزارت معارف امارات اسلامی با واکنش های تند ملی و بین المللی مواجه شد. پایان هژمونی امریکا پیش بینی شد. یک نشریه امریکایی در مقاله پایان هژمونی ایالات متحده را پیش بینی کرد. به گزارش اسپوتنیک، روزنامه‌نگاران نشریه امریکایی دی انترسپت در مقاله خود برای این نشریه پایان هژمونی امریکا را پیش بینی کردند. آنها به این نظر رسیدند که تجدید تنش در اوکراین نشانه ظهور دنیای پس امریکا می باشد. روسیه، کیف دستور تهیه فیلم‌های صحنه‌سازی شده درباره قتل عام غیر نظامیان را داده است. سربازان اوکراینی که اسیر شدند از دستور کیف مبنی به تهیه ویدیوهای قتل عام غیر نظامیان سخن گفتند. انفجار در شهر بلگوارد روسیه. والی شهر بلگوارد روسیه از وقوع انفجار در منطقه کرانسی اکتیابر خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، والی شهر بلگوارد خبر داده است که یک انفجار در منطقه کراسیکن اکبوار رخ داده است و هیچ تلفات در پی نداشته است. در این حال رئیس منطقه کراسن اکتیابر با تایید این خبر گفته است که این انفجار هیچ خسارتی نداشته است. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.